خیلی خوش آمدید. خوشحالم که در خدمتتون هستم. چطور با این مؤسسه آشنا شدید؟ یکی از دوستان شما معرفی کردن به من، گفتن که دکتر خوبیه، میتونی باهاش ارتباط بگیری، بهش مراجعه کن. یه خورده مقاومت کردم ولی دیگه گفتم حالا. یعنی این مسئله‌ای که داری خیلی وقت ذهنتو درگیر کرده؟ میخوام دکتر، خیلی وقته به هر کسی هم نمیتونم اعتماد بکنم، چون کلا آدمی هستم که خیلی نمیتونم به دیگر راحت حرف بزنم. معمولا سعی میکنم بشنوم تا اینکه بخوام به کسی در مورد مشکلاتم صحبت کنم. درست. و بعد چند سال تصمیم گرفتی که خیلی عالی. یه ذره میخوام در مورد خودت برام صحبت کنی. چند سالت ازدواج کردی؟ چند تا برادر خواهری و بچه داری؟ نداری؟ یه ذره من بله جوان بودم ازدواج کردم، بودن 16 سالگی ازدواج کردم، 18 سالگی مادر شدم، بسیار یه بچه دارم. خب بعد بس شده خیلی بودم. از اول بچگی خیلی خواستگار داشتم، ولی سنم هم که همون خب هیکلم چون درشت بود خیلی خواستگار نه زیاد داشتم. این خودش شد که دیگه همون 14 سالگی برم دیگه خودت انتخاب کردی؟ دوست داشتی ازدواج کنی؟ دوست شدی یا سنت؟ مثلا همسایه‌ام بود، مثلا همسایه‌ام بود، بعد خوبی بود، مورد اعتماد بود، یعنی تایید شده بود، چون هم جانباز بود، هم آزاده بود، 5 سال اصیل بود، خانواده منم خیلی برای اینجور کسا احترام قائل بودن، خودم هم دوست داشتم. من خودت انتخاب کردی؟ بله. خب بسیار خوب بود، راضی هم از زندگی من. معیاراتی بود دیگه برای انتخابت که حالا از طرف خانواده پذیرفته شده باشه؟ پدرم برای نمیپذیرفته شده، یعنی مشکل داشت، چون تفاوت سنمون زیاد بود، ما حدودا 12 سال خورده تفاوت سنی داریم. بعد این باعث شده بود که خالد مادرم، پدرم هیچ وقت راضی به این ازدواج نبود، چون من فرزند بزرگش بودم، راضی نبود. ولی مادرم دوست داشت، همیشه بابا به مامانم خود درمارت گفتش که داماد ازدواج، داماد ازدواج. آه، مامان انتخاب کرد. مامان گفت خوبه، خانواده خوبیه، بابا همینجوری بود، خانواده خوب بوده. مامان بیشتر تو خانواده تاثیر گذاره؟ تو یه سری از چیزا با لجبازی و زور آره. من بابای من همیشه کوتاه میاد اصلا تو زندگی ما، بابای من خیلی آدمی است، ولی تو یه سری از مسائل هم نه، قدرت شده داشت بابا، ولی خب آخر سر حرف مامان به خاطر اینکه نمیخواست مشکل پیش بیاد. خیلی بابا من خیلی گذشته تو زندگی زیاد بود. من شبیه یه سری چیزام شبیه بابا من میسستم، ولی بیشتر همه میگن شبیه بابا. فکر میکنی از اینکه مثلا بابا و مامان زور میگفت چه حسی داشت؟ بابا موقعی بابا میگم خیلی سوال بود، من ناراحت میشدم. ببین من موقع ها یه موقع هایی مثلا رفتارشون رو که میدیدم به بابا هم حق، به مامان هم حق میدم، گفتم خب مثلا دیر اومده هنوز فضا حاضر نیست دیگه. بابا انتظار داشته تا فضا حاضر باشه، ولی بعدش متوجه شدم که وقتی که ازدواج کردم خودم تو زندگی رفتارهای مردا رو دیدم نسبت به پدر خودم، بعد همش میگم چه بابای من خوب بود، مثلا میمد میگه زرفش روی زرف داره آستینش رو بالا میزد سر زرف ها رو میشوز، یا مثلا سری خودش پیازدار درست میکرد، سری یه گوجه کرد میکرد، یه املت درست میکرد، مثلا قولم میزد که خانم غذا تازه نیستا حالا بعد املت من بخوری، ولی اینکه انجام میداد نمیذاش کار بمونه. اینا خیلی برای من الان، ولی اون موقع ناراحت می‌شدم، همیشه می‌گفتم آره الان دلم می‌سوزه، ولی اون موقع می‌گفتم که چرا بابای من بدجنسه، خب مثلا چرا باید مثلا اونقدر توقع داشته باشه که الان مامان من غذاش حاضر باشه. الان در فکر می‌کنم الان وقتی دلم سوزی الان انتقام نه، این که بگی مامانم به بابام زور گفتی دارم که بابا من همیشه آدم نمیده خودم خواهم بکنم، همیشه تو سنی خودم رفتاراش. یه بار تو ماشین نشستم نوشته که خستم اما صبور. آره. این جمله رو وقتی یادم بیاد خیلی به هم میزنم و دقت کنم میبینم که پدر خوبی داشتم و قدرش رو نداشتم. خودت قدرش رو ندونستی؟ هیچ کدومه اون قدرش رو نداشتم، یعنی همش تو زندگیم طوری بود که همیشه حرف مامانو میگرفتیم، پشت مامان در میمدیم و همیشه پشت رو خالی بود. و الان از آره از بابا حمایت نکردی؟
قصه میخورم و این خیلی من عذاب میده که همش طرفداری مادرم اونو کردی، همش پشت اون در اومدی و مادری که هیچی براش مهم نیست. الان وقتی دونه دونه مرور میکنم میگم من چرا من یادمه که حالا خیلی خوب نیستم این چیزا رو مطرح کنم. مثلا یادم بچه بودم مثلا این بهش گفتم که مامان میشه اون غذایی که پختیم مرمکی پختیم اون رو گنده برای من باشه و گفت نه مامان خودم همیشه خودش ارجن مامان ارجن نه مامان نه آبیده بودم کشم خود نمیشه این که الان تو زباتت راست آره خودم شو زندگی خوب چون مامان به خود کمک کرد یا مامان نه اینکه اصلا هیچ کمکی بهم نکرد فکر کنم خودش باعث شد که در حقیقت کمکی بهم بکنه و خودم پیدا کنم. نه گفتی که مامان راضی بود. آره آره دامادت فرد. آره میخوام ببینم که آیا خشم تو زمینه وجود داره نسبت به اینکه مامان باعث شد شما با این فرد نه به فرد خوبی نیست. نه خودش شد من راضی هم از این منظر بس نه من فقط از خودش ناراحتم از اینکه چرا نمیتونم هیچی از این بدبینی ها از این که الان زنگ میزنه من چه جلسه هستم کجا هستم چی میخواد بگی راجب کی میخواد بگی و یه دفعه میخواد بگی که مثلا برای این رو میگم چون میدونم که صندلش هم علی خود خودش در جریان هم مثلا میگه داده صندلش دیروز اومد خونم اون تو از بسته گوشتام نیستا میگم مامان آخه دو تا بسته گوشت رو میخواد چیکار کنم ولی خدا از اول بعد یه مدتی مثلا اینجوری خیلی بعد از فوت بابا خیلی دیگه کلا نمیدونم حالا چه شرایطی پیش اومد که یه دفعه انگار که خیلی عوض شد انگار که بدبینی احساس میکنم اون بدبینی ها عوض شد بدتر شد شدیدتر شد رفتاراش خیلی دیگه غیر قابل تحمله آدم ها خیلی اذیت میکنه با رفتارش نمیدونم چه عکسالعمل من نشون بدم از یه طرف میگم که احترام پدر مادره بالاخره بزرگتره دو سال یه دوزانی میشه از این طرف که جلوش وایسم از این طرف میبینم اعتقاداتت بگیم میگم بی خیالش بشم بهش بی اهمیت بشم میگم بلش کن به من چه من میتونم مثل بقیه چه کار دارم که الان خرید داره شارژ تلفن داره پلانچش تو خونش سالمه خونش نظافت شده الان تو نقش پدرت تو خونه برسم آره اینجوری یعنی نشستی جای بابا کارهای مامانه که بابا همیشه انجام میداد شما داری انجام با همه با اون خشم آره با خشم و ناراحت خشمی که به بابام زور میکرد یعنی عصبانی هم از دستش ببین سر چیزای کوچولو میخوام بگم همش تلاش میکنه که بگه من باید اول باشم من بعد اولویت باشم مثلا خیلی قشنگ وقتی زنگ میزنه خب الان مامان چی داری میخوام بکنم چی پختی غذا شام چی پختی همیشه هیچ توجه میکنی یعنی اینکه نخواد ببینید من نمیتونم کمرم درد میکنه بدبختی من هم دیگه که مثلا من اصلا نمیتونم بهش بگم نه نمیتونم شاید باورتون نشه از قبل موقعی که حالم خوبه خودش درست میکنم میزنم تو فریزر که اگه اون یه موقع اون مردیه مثلا غذا نداشت حالش خوب نبود شرایطش مهیا نبود که چیزی تهیه بکنه براش غذا بفرستم یعنی باید همیشه آماده و خدمت باشه هیچ وقت نتونستی همیشه دلم براش میسوزه همیشه دلم براش میسوزه خودش میگه دیگه تو بر من مادری کردی من میگه انقدر که تو بر من زحمت کشیدی من انقدر برای تو زحمت کشیدم خسته شدی از این مادری کردن خسته شدی دوست داری یکی ازت حمایت کنه تو شده باشی همسرت این نقش رو بازی میکنه برات آره خوبه ولی خب اونم یه جوری کم میاره دیگه من میگه تو چرا باید من هم مگه میخوام مادر پسر نداره مگه مادر دختر دیگه نداره تو چرا منش اون یکی هم توی نیستن هستن نه اندازه من مثلا من یادم بیمارستان که بود برای من خارج بیمارستان خب خیلی شد از این سطح میلیون هزینه شد من یکی از علنگوها در آوردم خب بزرگتری علنگوم و یه دستبند خیلی سنگین خوب داشتم که اون موقع مثلا براش فروختم بعد هم حس بدی داشتی که چه این کار کردی؟ نه این کار نشد ولی اینکه یه چیزای خیلی کوچولو رو با مثلا حسادت میکنه مثلا بکن به بچه های خودش هم حسادت میکنه این من خیلی اذیت میکنه چون اصلا حس مادری انگار این آدم نداره حس مادری نیچه؟ یعنی که دیدید مثلا دیدیم مثلا وقتی آدم مادر بچه هاش برش اولویت هم نظر
درسته؟ نمیدونم، حالا اینجوری من تو تفکرم اینجوریه دیگه که مثلا بچه هم برای مهمتره. مثلا یه غذایی باشه، یه قرص غذا باشه، من اون یه قرص رو میزنم برای بچه هم، یعنی خودتون یه نونو پنی میخورم یا مثلا ما توی این غذایی داریم میبینیم هم در ارتباط ماما هم در ارتباط با فرزندان و دیگر رو همیشه تا نفر دومه اصلا نفر آخر شاید باورتون نشه خانم دکتر، من مهمونی هم که میرم میگم خب بذار صابخانه بخوره، بعد از اون مثلا و غذا به اندازه کافی باشه، همه بخورن، همه بود که سیر شدن، بعد حالا میگم خب حالا من دیگه خیلی راحت میتونم غذا بخورم. حالا من اسمتو میذارم مریم، خب؟ چون نمیخوام اسمتو بگیم. مریم دوست داشتنی نیست، حق نداره. از کودکی؟ من از بچگی دوست داشتم که دیگران اولویتم باشم، نمیدونم چرا، بگید چه سنگار تو خون آدمه دیگه. شاید باورتون نشه مثلا من یه خوراکی کوچولو مثلا مثل یک پفک که مثلا بابام برام می‌خرید اینو نگه می‌داشتم، نگه می‌داشتم تا مثلا دو هفته بعد که بریم خونه دخترداییم اونو با اونو بخورم. اون مالی که اونی هست دیگه. الان هم اینجوری؟ الان هم اینجوری هم آره اصلا باشیم، یعنی مثلا برای خود دور بزنی یه چیزی بخری بخوری برای خودم نه بهترین لباس رو برای خودت بگیری؟ اصلا جون الان دارم میکنم که خب تولد دخترم نزدیکه، بعد بهترین هدیه برش بخرم. داشتم فکر میکنم میسه میکنم که به شوهرم صحبت کنیم مثلا ببینیم میتونی برش ماشین بخریم یه مثلا. و این چیزا رو برای خودت هم میخوای؟ آره خوب داشته باشی، غذای خوب بخوری، با دوستای خوب بگردی، یا اینکه وارد این مجلس میشی مثلا دم در میشی، یعنی مثلا اون بالا جا هست نمیری اونجا بشینی؟ نه میرم بالا میشینم، نه میرم میشینم اونجور، از این بابت اینجوری نیستم، ولی اینکه سعی میکنم تمام چیزهایی که مادرم برای من نکرده رو، شاید باورتون نشه من کلاس سوم ابتدایی که بودم خب جشن تکلیف بود دیگه، بعد بچه ها هدیه میخرن، چادر نماز و سجاده اینا، بعد خیلی دلم میخواست که مثلا منم اون جمعی که بچه ها همه هدیه گرفتن کادو شده جانماز سجادهشون کادو بگیرن مثلا هدیه بگیرن، من یه دفعه دیدم که همه که بار به صف کردن که هدیه همونو بدن، یه دفعه من همش تمام وجودم پر عرق بود، داشت گفتم که خب من کردم چادر برای کسی نمیاره، الان که به من هدیه همونو نمیدن من چه نمیدن ببینا دارم هدیه میگیرن، یعنی از بچه این فکر میکنم دوست ندارم، من دوست ندارم مادرم دوست نشن نیست، از طرف پدرت اون این کارا رو بلد میکرد؟ آره اون کار، ولی خب بلد نه، یه سر چیزا کاری زنده هست دیگه، فرق داره. مامان چطور؟ مامانش بد است، فقط یه روی روانی داد. بله من خیلی وقتا فکر میکنم که اون تربیت خوبی نشده و خوب محبت چون یکی یه دونه بود، خودش اصلا محبت رو نگرفته بود، ولی خب من میگم یعنی از بقیه هم نمیبینه، من اون موقع میگم خب حالا این مادر مریض داشت مثلا تنها بزرگ شده بود، تک دختر بود، همیشه اولویت بود، همه بهش توجه میکردن و انتظار داشت که همه همچنان بهش خدمت کنن. آره الان هم اونجوریه، الان هم اونجوریه، الان میگه همه به من فقط باید توجه کنم، من باید اولویت باشم، بکن زن اومده پاسپورت همون بده رفتیم با همون زیارت، پاسپورت من رو بوده، پاسپورت همون زیر بوده، اول پاسپورت من رو داده من که نبودم، فرمایی بهش تریم میگو برگشت گفتش که تو چرا من بی احترامی کردی اول پاسپورت دخترم داری بعد پاسپورت منو؟ خب فکرشو بکنی اصلا من وقتی نشندم چه دوستان که اون ما رو برده بود کلی شرمنده شدم که گفت چقدر مادر تحساسه، خب من واقعا موندم که بهش چی بگم تو جز رسوایی بکنم و خودتو موظف بودی که کارهای نیمه تمام مامان تو تمام کنی، اگه که مثلا کار اشتباهی کرده تو باید معذرت خواهی بکنی، خجالت میکشی در حال دیگر همیشه باید جبران کنم باید مسئول نمیدونم یه تو مسئول همه چی رو بس نگاه که شما مامان در مقام خودش من میگه میگه تو من میگه اینقدر تو برای من زحمت کشتی من برای زمان درش چی میخوای از این نقشه که داری دست خسته شدم خواهم داشتم خیلی بده، همش باید رول بازی کنی، همش باید نقش آدم خوب و آدم مراقبه بازی کنی که مثلا به شوهرت بگی که مامانم هواتو داشت تا اینجا گفت مثلا فلانی خودت جواب همش یه بعد مواظب باشن که ببخشید اینجوری میگم ماهی گندی نزنه وگرنه بعد درستش کنه گند بزنه چش کار میکنه چه اتفاقی میفته چه میخوای مامان تو خیلی جلوه بدی بهتر از اون چیزی که هست بذار همه با خود واقعی مامان
نیستش نیست. مثلا امروز دوستم من سوار ماشینم بشه گفتش که این خانم چاقه میشینه ماشین جلوی ماشین بره خوش بشینه من بشینم جلو. گفتم خب من شما جلو میشستی اصلا لازم نبود که بگی. اصلا لازم نشه بگی اون خانم چاقه. خب بله چرا باید بگی؟ پیش خودش میخواست. پیش خودش گفت شما چاقی؟ نه دیگه مثلا تو یه جوری به من یه جوری گفت که بنده خودم نمیدونم اون فهمید نفهمید. تو پیش بینی هم میکنی که شاید بخاطر من همش همش شاید مواظب بشی. چون تو ذهن مامانت بده. چند سال هم مادر خیلی از من کار رو انجام میده ولی ما میکنیم اختزای سن بشه دوستم حالا میفهمه سنش رفته بالا مادرم چرا من نگران اینم دوستم چه قضاوتی میخواد در مقابل مادرم تو میخوای همه جا خوب باشی یه چیزی خیلی خوب از خودت و خانم اصلا کلا تو جامعه اینجوری هستم بخاطر من خیلی دوستم اصلا دوست ندارم کم بیارم و از یه طرفی هم نمیخوام که بهش توجهی کنم اصلا دوست دارم با خودم ببینید باید مرز مرز باید دیگه تو علمه تو میفروشی غذا رو میپسی میذاری فیلیزه یه جا هستن لذت میبرم از این کاری که کردم خب این اشکالی نداره ولی اگه علمه تو میفروشی باید به خودت میگی که ای بابا مریم تو چرا باز این کار کردی دیدی اون یکی این کار رو نکردن هی خودتو سرزنش میکنی این اصلا ارزش نه من خودم اذیت نمی‌کنم چون میگم مادرم بود وظیفه‌ام بود برای چی کاری بکنم اگه بودی مامانم پس نباید الان ناراحت بشم آخه میگم اون چیزا رو ناراحت نمیشم اونا رو گفتم که بدونید من روحیه‌ام در مقابل اون چه جوریه گفتی مجبورم که غذا بپزم بذارم فریزر که مامانم خاص بهش بده ولی قول بهتون میدم که اگه من یه روز مریض بشم یکی از خواهرام نیاز به طلای اون داشته باشه اون هرگز این کارو خب برام از این میکشه مریم باید با خودش رو راست باشه آیا من این کار رو میکنم میگی برای رضای خدا خب پس دیگه نباید توقع داشته باشی که اگه تو مریض بشی اون کار رو بکنه اگر که این کار رو میکنی که اون کاری بکنه لطفا نگو اگه برای خدا انجام میدی بس معاملت با خودست خسته میشم خانم پس نباید بکنی باید مرز بذاری به اندازه ای که در توانت هست پس با وجدان میگرم تا این باید حل بزرگه این قضا وجدان هم باید حل بشه چند چیزه یک قضا وجدان هم باید حل بشه دوم این که خود تو دوست داشته باشی که تو ارزشمندی اگه یه جای مور هست بچه تن هست نیست کنم بزمشون بابا نیستشون تو که بچه ها هم یاد بگیرن به احترام بذارن یاد بگیرن بدونن مریم وجود داره تو هم وجود نداری نیستی همه قشنگ میان از روز رد میشن تو طول زندگی اینجوری بوده این باید یه جرعتمندی کار کنی و اینکه بعد جا نه میتونی بگی به دیگران حد و مرز بذاری نذاری دیگران پاشون رو روی حق و حقوق تو بذاری دیگران نه ها ولی راجع مادرم خیلی ناره مادر نمیدونم چی کار چون احساس گناه نمیذاره ببین تو یه خشمی از مامانت داری به واسطه اینکه حالا من نمیدونم مرگ پدرت چجوری بوده چه اتفاقایی افتاده و چرا تو اون رو مقصر میدونی این قضیه هم باید حل بشه تا این خشم حل نشه هر جا مامان هر کاری بکنه اصلا داره آه میخوره ریخته رو لباسش آره من عصبانی میشه در صورت که پیره چرا باید افتا اونقدر شلخته باشی چرا نباید اونشی از این هفته تو هفته چرا این چی تو نباید جمع کنی من بیام جمع کنم چون یکی هست چون مریمی هست که میاد کارهای ما رو انجام میده اگه اون مریمی خودشو بکشه کنار خب به اندازه به دلم نمیاد بکشم کنار دلی تو باید درست کنی متوجه ای تو داری دخالت میکنی تو کنی قشنگی از این هفته تا اون هفته که مثلا من برم سر بزنم یه من کسی بفرستم ولی به قشنگ زن پشت و زرش میمونه قشنگ فقط به اندازه که ازش بلند بشه دست رو بره نماز کنم انسان هم تمایل داریم به تنبلی وقتی بدونیم یکی میاد کارامون انجام میده خودمون میکشیم خب این من خیلی ناراحت میکنم چرا درک نمیکنه موقعیت آدم به جایی که تو ناراحت بشی یاد بگی که تا چند اندازه باید بری تا چند اندازه باید کارهای اون انجام بدی و خب سنش هم طوری نیست که نتونه از پس ضعف شستن بر بیاد پس اجازه بده که خودش این کارو بکنه یکی از کارهایی که ما در مورد سالمندان میتونیم انجام بدیم اینه که به اونا اجازه بدیم که مسئولیت کار خودشون خودشون بره هر وقت تو نذاری اصلا این خودکار اینجا برداره بذاره اینجا ببینی چه اتفاقی میفته باعث
باشه که این عضله استفاده نشه. کم کم که من از این عضله استفاده نکنم، مغز میگه خونرسانی به این عضله انجام نشه و اون سال من چی میشه؟ چکار به من همه میگم یعنی تو خیلی نیزاید خودش کارشو بکنه، یعنی باید تو خودت کار طبق این مسائلی که بهت گفتم خودت رو پیش بری، آرامش رو اول خودت تجربه کنی. ممنون افندم. مرسی عزیزم. ممنون افندم.